خوب به نام مزه. خوش آمدید و پربیننده ترین و پر هیجان ترین برنامه مزه. امروز ما آمدیم در یکی از رستوران ها تا یکی از غذاهای خوشمزه و لذیذ وطنی را به شما معرفی بگیرم. امروز ما بر شما طرز تهیه کنجد پلو میگیرم و معرفی میگیرم. فعلا داخل رستوران هستم، آمدیم تا بر شما طرز تهیه کنجد پلو و معرفی بگیرم. امکان نداره که هیچ کسی از این غذا تا نوشجان نکرده باشه، این بسیار غذای لذیذ است. فعلا قبل از اینکه به طرف آشپزخانه بریم، اول با مسئول از این رستوران معرفی میشیم، ازشان پرسان میکنیم که غیر از کنجد پلو دیگه کدام غذاها را پخته میکنه یا فقط اینجا کنجد پلو پخته میکنه. در کنار و مسئول خوب از این رستوران هستم. سلام علیکم. علیکم سلام. اسم مقبول؟ عبدالسلام. سلام جان، شما چند سال میشه اینجا کار بار؟ ما دو سال میشه دیگه. دو سال میشه رستوران کار کردید. چطور از کار بار؟ شکر خوب است، میگذره میکنی روز خوب میگذره خوب است. شما در اینجا کدام غذا رو پخته میکنید؟ ما سه نوع فعلا چهار نوع غذا داریم. قابلی است، پاچه است، کباب است و یک مرغ الفم است. این چهار غذا داریم دیگه. ما امروز آمدیم با دوستا یک جایی که مهمان شما شاید میگه که اینجا بسیار کنجد پلو مزه دار داره. بله کنجد پلو است. نمیدونم امیل از سرشان باز کردیم. صاحب با مزه است. میتونیم که شما رو بروشیان کنیم. بیاین سعی کنیم. چطور از کار بار؟ کار شکر خوب است. همین که فعلا خود زمستان است با تابستان هم تیر میشه. خوب است مقصد. روزانه همین قابلی ما تیر میشه. مشتری ها میرن میخورن دیگه. ما خب قابلی شانه دیدیم اونجا. حالا از شان پرسان میکنیم که چند نفر در این رستوران کار میکنیم؟ ما کده خودی ما هفت نفر هستیم در رستوران کار میکنیم. دو خلیفه کار داریم دیگه. چهار دانه کارمند داریم که کار میکنند در اینجا. هفت نفر عضو یک فامیل هستیم در اینجا. شب و روز در اینجا هستیم در رستوران. چطور از مشتریان؟ مردان زیاد میای یا فامیلا؟ میای فامیلا رو میای. جای فامیلا هم داریم، مردان رو میای. هر مشتریای ما میای. ما کوشش میکنیم که دوای اجازه میدیم که این رستوران جای خودتان باشه. آزاد میباشن در اینجا. کل کارشان میکنن، نان نشان میخورن، میشینن، یه وقت چای میخورن. ما خوش هستیم برای مشتریای ما. خوش هستیم مشتریای ما. برای ما خوش هستن. دیگه حالا هستم خواهش میکنم که ما را راهنمایی کنی به طرف آشپزخانه تان تا ببینیم که غذای خوشمزه چه قسم آماده میشه. دوستای عزیز، فعلا ما با آشپزخانه رستوران همراه با سلام جان آمدیم. قسمی که در تصویر قبلا دیدین پلو، کنجد پلو آماده شده. حالا در آشپزخانه ما آمدیم ببینیم که در اینجا دیگه کدام غذا آماده میشه و سرآشپز عزیز پرسان کنیم که به خاطر از این کنجد پلو از کدام دستور عمل استفاده میکنن که این غذا را اینقدر خوشمزه ساخته. فکر کنم سرآشپز هم همیجا مصروف است. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما جور شکر. نامتان؟ احمد جواد. احمد جواد جان، چند سال میشه که شما آشپزی میکنیم؟ ما تقریبا چهار سال میشه. چهار سال میشه در کابل؟ نه، دو سال سمنگان بودیم، دو سال میشه کابل است. خب چی آماده میکنیم؟ فعلا کوفته است در اینجا. بله که آماده کردیم به خاطر قابلی است. خب که جاش سالان میشه است و دیگه آش است که پیش از غذا برای مشتری ها داده میشه. درست است. دیگه؟ و دیگه ایمون پاچه است. شما برام بگوین که مواد لازمه که به خاطر کنجد پلو ضروری است مهم است کدام مواد می باشه؟ مواد خود زیاد ضرورت نیست، گرچه خودی هم روغن است و دیگه کشمیج است، زردک است، گوشت است. دیگه او چیزی که زیادتر طعم داره و دست خود انسان است. خب شما داخل از او چی مندازین که مزی اصلی از ایره میکشه که قدر طرفدار داره؟ او که از روغن کنجد که است خودش هم طعم داره، طعم از او چستر است. باز دیگه گرچه موادی زیادتر نداره، زیره است. خوب. زیره بدخشان است که از او انداخته می شود تعمیش بالاتر می کنید. کنجد هم کنجد وطنی است. کنجد وطنی خالص است. خب شما بر ما بگوین من حیث یک آشپز کنجد پلو قدامت چند ساله داره؟ یه غذا
در افغانستان؟ چون امروز اگر متوجه شده باشین حتی در خارج هم علاقمندای خاص خود پیدا کرده. کنجد پلا دیگه اقامت سابق داره، چون که چند سال مثلا به نظر خودتان؟ بیشتر شاید که از 50 سال بیشتر باشه، زیادتر است. چون مردم ما طرف سمت دیگه ما زندگی میکنیم، همش از کنجد پلا استفاده میکنن. چون که دوجه کشت میشه کنجد، ماشینش هست، مردم غذایش بلیوم از کنجد است. کنجد پلا و غذای اصلی کدام مردم ما هست؟ مردم سمت شمال است. زیادتر مردم سمت شمال میشه؟ مردم سمت شمال است. درست است. چون که دوجه کشت میشه، ماشینش از کشیده میشه. دوستای عزیز، قسمی که شما میبینین بر ما یک بشقاب کوفته کشیدن، کوفته کاملا وطنی و خوشمزه. که داخل از این قرمه میتونم چی مندازیم؟ داخل قرمه کوفته هستم، از ماشین گوشت هست کشیده میشه، دیگه نخود هست، سیر هست، مرچ تازه هست، دیگه چزمه هست. فقط هم کلش مواد. دوستای عزیز، قسمی که دیدین سراشبه صاحب گفتن که داخل از این کوفته خود مرچ هست، پیاز هست، بانجانومی هست، روغن هست، خود همون گوشت اصلی که برای مواد که با کوفته و خود اون گوشت که بخاطر کوفته آماده میشه او هست که ای دیگه فکر کنم امروز هم کنجد پلا خورده میشه. بله این دستتان چیز میشه؟ یکی از آش هست، آش دوغی هست. این پیش از غذا بخاطر مشتری ها داده میشه که منتظر نبانن تا وقت بیرن آشی جمع کنن. بسیار مزه‌دار است. دیگه بر من یک کاسه آش هم کشیدن، ببینم که تن از آش هم چه قسمت. دیگه فکر کنم یک پیش غذایی است دیگه. بله پیش از غذایی است. بسیار مزه‌دار است، واقعا یک چیز بسیار مفید. پیش از غذا واقعا مفید است. چکه داره، فکر کنم چکه آش است، آش است، نخود است. او نخود هست اگر درست نید. واقعا دوستای عزیز بسیار خوشمزه هست. دیگه دوستای عزیز، شما بر ما بگوین که امی خود پلاو ام مواد لازمی شد که چی میفته دانه دانه اگر بر ما بگوین؟ پلاو که از اولا که روغن میکنی گوشت هست، روغن هست، روغن کنجد. امی خود روغن گوشت شد؟ گوشت گوساله هست. او توته میشه معمولا طبقی توضیحاتش توته میشه. او را مندازین او روغن میکنین یک ساعت که اون نرم کنه خدا. با بعد از او را دیک دم میکنین برنجشه؟ آه برنجشه. باست سری از او زیره مندازی، کمیل مندازی. به چند ساعت میمانی که دم بگیره؟ یک و نیم ساعت دم میگیره معمولا، چون زمستان است، تابستان باشه یک ساعت دیک دم میگیره. فکر کنم غذاهایتان هم دیگه پخته شده آماده است که بله کلش آماده است برای فعلا مشتری. فعلا به سالون از این رستوران تا آمدیم، در اینجا میخواییم با هموطنان ما مصاحبه داشته باشیم. دیگه من میبینم که اینجا کی مصاحبه است. به به، در اینجا یکی از کمدین های موفق ما هستن. اجازه است؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. چطور هستین امروی زندگی امروی آب و هوای کابل؟ تشکر، سلامت باشین. چیزی که سر هام است سر مام است. دیگه شکر میکشیم که فصل زمستان است. دیگه مشکلات خود داره که بعد از زمستان بهار میه. شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. دیگه آمدین که یک ذره آش نوش جان کنین یا غذای دیگه هم؟ دیگه فکر بگیم شروعش است. خب معمولا که کسی میه آش میره یا چیز دیگه میره، سوپ میره دیگه. ببینیم دیگه که ببینیم که بعدا چی میاره. غذای دلخواهتان چی است؟ غذای دلخواه ما خو معمولا نمو خوراکای وطنی است. کلش وطنی است که بازگانتش خاص می باشد، مثل آشک و منتوی کنگا پای دیگه. خب دیگه اوستان خورو بستین. بلا ببینین که جاوی جانم دیگه برنج خودم تو با می بسیار شوق علاقه خود دیگه سرازیر میکنم. واقعا هر کسی که در این حالت سیران باشه طرف از این برنج ببینه گشنه میشه. بسیار زیاد یک رنگ روی مقبول و خوب داره، بسیار یک عطر خوب داره. هر قدر که سرازیر میکنم اما عطرش و طعمش فضای اتاق میگیره.
چرا شما خار هستین قدر؟ سرمخ خار نیستین؟ نه نه خار نیستین، چرا خار باشین؟ هیچ گپ نمیزنین، اما تو خار خار دیگم تو چمچه زده میرین، چمچه زده میرین. نه خار نیستین، متوجه دیگ بودم، نبودم میبخشین. خار نیستین، خیلی یک فکای خوب بگوی برمو. فکای متاسفانه که یاد نداریم بگوی. یاد فکر کنم او روغن شستنی؟ بله آن. این روغنی هست که از دیگ با زیر دیگ میبانه. کسی که میخواه قابلی چرب بخوره باز از او کمی دسترش انداخته میشن. از او گرفته دسترش میدید. خود دوستای عزیز اینه. کسایی که مثلا نمیخواه غذاهای بسیار چرب بخوره یا قابلی چرب بخوره میتونه از یک قسمتش که مخصوص از او آماده ساختن از او قسمت بگیره و کسایی که میتونه چرب از او داره کمی قاشقه بلند کنه روغن بچکه و از او خواهش کنه برشان اون روغن دارش هم میکشه از تای دیگ. بله اونجا شده دیگه طرف نی؟ بله بعضی ها که هست یک مردم ما یکیش پلاغ سفید میخوره یکی کشمش زردک دار میخوره باز به خاطر ما کشمش زردکش یک طرف میکنیم باز کسی که میخواست پلاغ سفید بخوره او را لایده میکشیم کسی که میخواست قابلی بخوره ازبکی او را لایده جور میکنیم برش این که معمولا از یک دیگ ما سه رقم گزا میکشیم شنیدین دوستای عزیز ببینین که هر قسم خاص مشتری در نظر میگیره اما که میگن حق اولیت با مشتری است یا کاملا در نظر میگیرن حق اولیت با مشتری است فکر کنم در بیرون هم که هسته کباب پخته میکنن دیگه ما استاد میرم که اینجا یک چند نفر آقایان شیشتا غذا نوش جان میکنن بریم امروشان مصاحبه کنیم که چی فرمایش دادن چی نوش جان میکنن سلام علیکم خوب هستی؟ خوب هستم نامتان؟ زبیولا زبیولا جان چی کار میکنی؟ این شرکت ساختمانی دارم چطور شد که امروز به رستوران آمدی؟ والا وقت چاج بود که آمدیم غذا نوشیدن کنیم بله شما معمولا همینجا میایین به خاطر غذا نوشیدن بله کردن؟ بله من چی فرمایش دادیم؟ قابلی قابلی کنجد پلاو یا دانا قابلی؟ نه کنجد پلاو بله شکر بسیار زیاد نوش جانتان یک دو برادر مامان بیجه شیشتان ببخشین دیگه که مزایم غذایتان میشم سلام علیکم و علیکم السلام سلامت باشین نامتان؟ احمد فرید چی کار میکنی؟ افسر اردوی ملی هست چطور شد که امروز به این رستوران آمدین؟ والا ما همه غذای جا خوشبختانه که خوشایند است برای ما دواندار همه جا غذای خود صرف میکنیم